یمن با گرسنگی بی سابقه مواجه است و بیش از نیمی از خانواده ها به اندازه کافی غذا نمی خورند. برنامه جهانی غذا با اعلام این مطلب از جامعه جهانی و نهادهای امدادگر و سازمانهای حقوق بشری برای یاری رسانی به مردم آسیب دیده یمن درخواست کمک کرد. همکارم در ادامه آخرین وضعیت از سفار یمن را در گزارش خود به رشته تحریر درآورده که با همان را می‌بینیم. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که بیش از نیمی از خانوارها در یمن به دلیل شرایط بد اقتصادی و توقف چند ماهه کمک‌های غذایی به میلیون‌ها نفر در شمال یمن تحت کنترل شبه نظامیان شیعی زیدی موسوم به گروه حوثی ها به اندازه کافی غذا نمی خورند. برنامه جهانی غذا در آخرین یافته های خود می گوید محرومیت شدید غذایی به بالاترین حد خود در بخش هایی از شمال یمن از جمله الجوف، البادیه، حجه، عمران و الهدیده رسیده است. برنامه جهانی غذا کمک‌های غذایی به شمال یمن را در ماه دسامبر به دلیل محدودیت بودجه و عدم توافق با مقام‌های شبه نظامی شیعه زیدی موسوم به گروه حوثی‌ها در مورد کاهش مقیاس برنامه متوقف کرد. این نهاد بین‌المللی همچنین گفت که بخش جنوبی یمن که توسط دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی کنترل می شود نیز به لحاظ تاریخی بالاترین مصرف ناکافی مواد غذایی را تجربه می کند. این آژانس سازمان ملل متحد همچندی پیش هشدار داد که عدم دستیابی به منابع مالی کافی و فوری برای اقدامهای بشر دوستانه میلیون ها یمنی را با تشدید بیشتر ناامنی غذایی با خطر بیشتری مواجه می کند. برنامه جهانی غذا با اشاره به افزایش قیمت شکر، روغن نباتی، آرد گندم و حبوبات گفت در ماه می اقلام غذایی ضروری در بازارهای سراسر یمن در دسترس بود، اما آسیب پذیرترین جوامع قادر به خرید آنها نبودند. گفتنی است که بروز فاجعه انسانی در یمن با هشدار جدی 22 سازمان بین‌المللی از جمله جمعیت امداد اسلامی، آکسفام، سازمان حمایت از کودکان و تعدادی دیگر از سازمان‌های بشردوستانه مواجه شد که نگرانی عمیق خود را از وضعیت رو به وخامت انسانی در یمن ابراز کردند. بر اساس برخی گزارش ها فقط یک وعده غذایی در روز سهم اکثر خانواده ها در یمن می باشد و بحران گرسنگی فاجعه بار در این بخش از کره زمین در حال خودنمایی است. همراه هستیم با آقای سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از شهر مقدس کربلا. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای شریفی نژاد، به نظر شما راهکار پایان دادن به بحران یمن و توجه افکار عمومی به مشکلات این منطقه چیست؟ من وقت بخیر از شما بینندگان عزیزتون. ببینید، یمن متاسفانه از سال 2016 درگیری از بین شبه نظامیان حوثی و دولت مستقر در یمن که باعث شده که اثرات این درگیری به چشم مردم یمن بره و تنها راه حل مناسب برای حل این بحران این است که انصار الله به عنوان یک نیروی شبه نظامی که مردم یمن رو گروگان گرفته باید به یک دولت دموکراتیک و دولت آزاد تن بده که بتوانه این ریشه های فسادی که در این گروه در یمن ایجاد شده رو بتونن کنترل بکنن که مردم یمن بتونن از این بحران های انسانی، مالی و حقوق بشری نجات. بله، از توضیحاتتون ممنونم و تا گفتگوی آینده شما رو به خدا میسپارم. سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از شهر مقدس کربلا.